بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. در این های خداوند و پیغمبر اکرم دستور میده که به مشرکین بگو، به مشرکین بگو که انما اعدکم بواحده، ما شما رو به یک خصلت موعظه میکنم. کاری انبیا که حکومت نبوده، اینمی ارشاد بوده، موعظه بوده، رساندن پیام خدا بوده. بعد دیگه مردم میدانستند و وظیفهشان میدانستند که چی انتخاب میکنند. قل انما اعدکم بواحده، من شما را به یک چیز موعظه، به یک مطلب موعظه میکنم. ان تقومو لله، تقومو یعنی برای خدا ایستاده شوید. احتمالا مراد ایستاده شدنی که ما و شما میفهمیم او نیه، یعنی آمادگی پیدا کنن برای این کار، خود مهیا کنن، یک کار بکنن که دو نفری و تنها تنها یک نفری یک آمادگی پیدا کنن. ثم تفکروا، بعد یک کمی فکر کنن که آیا امی دوست شما و امرای شما، امی پیغمبری که شما دوست داره امرای شما است، راستی ای دیوانه، ای دیوانگی داره که شما میگین ای دیوانه؟ این هم عرف شد که یک آدم عقل بیایه ای قدر حماقت کنه که او شرطر از خود دیوانه بگویه. همین یک کمی فکر بکنه که همیشه میگین این پیغمبر دیوانه، ببینین که او دیوانه یا شما، علیرغم از خود میگم، یا شما در سرحد حیوانیت قرار گرفته. یک فکر بکنه. این هو الا نذیر لکم، ما ای فقط ای برای شما مشرکین بیمدهنده فرستاده که شما را بترسان از عذاب روز قیامت، نرین عمدن دوزخ به لجبازی خود دوزخ انتخاب نکنه. ای آمده به شما خدمت میکنه، شما را میترسانه که پیش روی شما خیلی خطرناکه. همه ای دنیا را فکر نکنین، شما دیگه زیر قبر که رفتین محو نمیشین، نابود نمیشین، هنوز وجود دارین. و ما به شما بیندینده ایم او عذابی که پیش روی شمایه که بعد میایه دیگه. از امو موقع مردن ملائکه میایه بر روی نام میزنه، اینا را در اتو و قبض رو میکنه، بر رویشان سیلی میزنه. حالا اور ما نمیبینیم، ولی قرآن امیره میگه. من میخوام اینجا یک مطلب بگم، هم که ای آیه برای کفار، برای ما از ای آیه استفاده میکنیم، از این موعظه پیغمبر اکرم، در نه در ایک نعوذ بالله با اونا میگفت که کمی خود آماده کنم، شما موعظه میکنم، یک کمی آماده شین، یک دو روز از این کارای زندگی خود دست بردارین، ای سرنوشت شما یک کمی فکر کنین، یک نفر تنها بشینین فکر کنین، دو نفر بشینین فکر کنین، ببینین که پیغمبر دیوانه یه حرفایی که به شما میگه یا نه او دیوانه نیه، شما گمراهین. ای بعضی اوقات اینمه طوره، چار رای کلیدی امیه که قرآن به مشرکین معرفی میکنه که بشینین در روش زندگی خود تجدید نظر کنن. خدا به شما فکر و عقل داده، از عقل خود کار بگیرین. تفکر و تعقل دو مفهوم به هم نزدیکه، اونقدر فرق نمیکنه، یار دو یکیه. تعقل و تفکر یه خیلی سرمایه بزرگ انسانیته. انسان هایی که از عقل استفاده نمیکنه واقعا اینها حیوانن،
قرآن میفرماید و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، کسی که کسانی که از عقل خود استفاده نمی کنند، تعقل ندارند، تفکر نمی کنند، پلیتی را خدا بر اونها نازل می کنند. یعنی این لازمیشه، لازمیش همیه که انسان اگر فکر نکنه، هم در این دنیا هم در او دنیا، هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی هم از نظر معنوی، از هر جهت ضرر میکنه، بدتر از حیوان میشه. این همی فرق حیوان و انسانیه. حیوان هم یک تفکر داره، یک ادراک ضعیف داره، ولی به انسان خدا خیلی سرمایه را داده، غرایز سرکش در وجودش هست، ولی استعداد سرشارم خدا بهش داده. کلید مشکلات ما و شما میراث پدر نیه، کلید مشکلات ما فریب خوردن مردم به ما نیه که مردم فریب بخورن و ما را بزرگ بدانن دیگه مشکلات ما حل شد. کلید رفع مشکلات ما به هر مقامی که هستیم، پول داریم، فقیریم، عالمیم، علم داریم، نداریم، حکومت داریم، نداریم، جوانیم، پیریم، زنیم، مردیم، بچهیم، کلید مشکلات ما در تمام مراحل فکر کردنه. به عقل خود باید رجوع کنیم. به قول حافظ میگه گنج در هاستین، در آستین ما گنج هست، جیب ما خالیه. تو جیب چی میکنیم؟ مونم با آستینت گنجه. گنج در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نما و خاک رهیم. ای تفکر انسان خیلی ارزش داره. بالاترین گنج ما و شمایه که خدا به ما داده. یک حدیث داره، شاید این مضمون در هیچ دین و مسلک پیدا نشوه، اسلام خیلی به عقل و فکر ارزش میده. یک تفکر و ساعت، فکر کردن یک ساعت، تفکر از فکر خود، از عقل خود استفاده کردن، تفکر و ساعت، یک ساعت فکر کردن بهتر از عبادت کردن خدا 70 سال. من عبادت 70 سنه، 70 سال نماز بخانی و روزه بگیری، 1 ساعت بیشین برای سرنوشت خود فکر کن، خیلی فرق میکنه. ممکنه که 70 سال عبادتت براها بوده، به یک رای باطل رفتی که همه نمازایت باطل بوده. یک کمی بیشین درست فکر کن. خیلی در زندگانی انسان، فکر انسان تاثیر داره. بسیاری اشتباهات جلبش گرفته میشه، از غرور، غرورها، تکبرها، لجبازیها آدم جلوگیری میکنه. امی اساس فلسفه مشورت کردن، شورا داشتن، مشورت کردن. شورا یعنی او چیزی که در اون مشوره میشه، معنی عربی شورا میه، و امرهم شورا بینهم، کارشان او چیزی که در اون مشوره شوه. اینه میه دیگه، استفاده کردن از عقل دیگرایه. گاهی خود انسان عقل داره، فکر یعنی فکرش کار میده، عقل که به هر حال داریم. گاهی یک مشکله پیدا میشه، فکر میکنه، مشکله حل میشه به فکر خود ما، یک راه پیدا میکنه. گاهی مشکله حل نمیشه به فکر ما، میگه برو مشوره کو. مثلا یک موقع خودت پول داری، مشکل خود حل میکنی، میری دوا میخری. یک موقع خودت پول نداری، میگه برو قرض کو. میگه یکی بهت میگه برو قرض کو، این دوا لازمه که باید بخوری، میری قرض میکنی. اینجا هم اونطوره، منتها ای که خیلی قیمت در قیمت مشوره خواستن 1000 مرتبه از پول نقد
که آدم قرض میکنه او مهمتره، او مجانیه، او عوض نمیخواه از تو که دیروز مشوره مر گرفتی و فکر مر گرفتی بیا پس بده. مفته مفته مشوره او چیزایی که خیلی ارزش داره اونا همیشه مفته. مثلا هوا خیلی ارزش داره برای انسان، مفت و مجانیه. یک دقیقه دو دقیقه هوا نرسه آدم تنفس نکنه میمیره، مفته. فکر همه طوره، عقل همه طوره، او با قیمتش خیلی زیاده. باید روز میلیونها خرچ میکردی تا که از عقل مردم و از فکر مردم استفاده میکردی. مجانیه، میری با دیگران مشوره میکنی، همین فکر کردن خودت مجانیه. با دیگران که مشوره کنی اونم مجانیه، پول نداره، پول نمیخواه. چرا آدم از این فکر استفاده نکنه؟ برای چی مثل ایوانات سرخ پایین بندازیم هیچ نگاه نکنیم که کجا میریم؟ همین گاب دیدین دیگه سرش پایینه میره، با کجا میخوره، کجا تصادم میکنه، هیچ فکرش نیه به اینا. مثل که آدم از عرض یک سرک عبور میکنه، نگی طرف نگاه میکنه نه او طرف که چیز میای یا نمیای، ماشینا را میرن یا نمیرن، سرعت ماشینم زیاد میره، فکر نمیکنه، تصادف میکنه، یا کشته میشه یا دست و پایش ناقص میشه. آدم باید فکر کنه، سرنوشت آینده انسان به همین فکر انسان بسته. با مردمم به انسان ارزش میده که از روی فکر صحبت کنه. خیلی این مهمه، هم برای کفار مهمه که آدم کدوم دین بگیره، همین دینی که پدر و مادر گفته. ما اشتباه نمی کنیم که به امیر را میریم، یک کمی فکر می خواهیم. همین پروفیسرهایی که در غرب مسلمان میشن و شدن، خیلی دانشمنده در غرب مسلمان شدن. یک حرف بگم، اگر چی حرف شاید برای شما ناگوار تمام شوه، ولی واقعش همیه دیگه. امینایی که در غربن یک قسمت عمرشانم به امو کفر گذاشته، بعد از روی فکر و مطالعه میان مسلمان میشن که خیلی هم شدن، به مراتب از ما و شما بهتره. چرا ما و شما بهتره؟ او که یک قسمت عمرش در کفر گذاشته، ما به حمدالله از مؤول در خانه یک زن و مرد مسلمان پدر و مادر شما خلق شدیم، از امو پدر و مادر خود خلق شدیم، اونا مسلمان بودن، از امو کوچکی به ما کلمه توحید یاد دادن، ما یاد گرفتیم. اون از ما چرا اون از ما بهتره؟ به خاطر این که ما و تو که مسلمان شدیم از فکر خود مسلمان نشدیم، تقلید کردیم اونمو پدر و مادر ما، هر چی که گفته قبول کرده. یه تقلیده، فکر نیه، از عقل نیه. خیلی یا مسلمانن، کافر نیهن، مسلمانن، ولی از روی عقل مسلمان نشدن. پدر و مادرشان مسلمان بودن، اما او که میایه فکر میکنه، کتاب خانه ها میره، او دینی که داره او رو فکر میکنه، در مورد او هم فکر میکنه، در مورد اسلام هم مطالعه میکنه، دقت میکنه، از روی معرفت از دین خود میایه و از روی عقل و تفکر این دین اختیار میکنه، او اسلامی زو خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. ارزش دینی انسانم بالا میره. میبینین یک آیه و یک حدیثه که خواندم امروز، همیره بگم، یک آیه و یک حدیث خواندم که فکر کردن تا فکر نکردن چقدر فرق داره. یه حدیث میگه تفکر و ساعت، فکر کردن یک ساعت بهتر از عبادت 70 ساله. یک وقتایی که نماز شب خوانده نمیتوانین، اما بیدار باشین، فکر کنین در مورد خود، در موقع، در موقف مردن، در قیامت، زندگانی فیلی، امور فکر کنین.
از 70 سال 90 شب بهتر. فکر کن ای در فکر کردن یک ساعت از بهتر از عبادت 70 سال هیچ چقدر ارزش داره. مسلمان اینه طوره، او که فکر نمی کنه اما فقط دیگرار نگاه میکنه و خایی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش، این مودمیه مود روزمیه و مود روز باید رفتار کنیم. میدنی چیکار میشه؟ و یجعل ای قرآن و یجعل رجس علی الذین لا یعقلون، پلیتیر خدا نجاست و پلیتیر بر مردمی قرار میدین که از عقل خود استفاده نمی کنن. این دین فکری چقدر مذمت شده در قرآن و او تفکر چقدر مدح شده در حدیث. این حدیث سندش معتبره که تفکر یک ساعت بهتر از افتاد، سندش معتبره. میبینین چقدر فاصله زیاده؟ کی دلش میخواه که بر رجس و پلیتی گرفتار شده؟ خب باید تفکر کنیم. ای برای کفارم خوبه، برای مسلمانم خوبه. وضعیت خودت تغییر بده، هم در دنیا فکر بدت میخوره، زندگی خودت درست میکنیم، هم در آخرت، هم در علم، هم در پول پیدا کرده، در همه کارا کلیدش پیش خود توه. تو کلید گذاشتی و بیراه میری. فکر کن زندگی خودت، کمی فکر کن. والحمد لله رب العالمین.